زندگی نامه مختصر مولانا مولانا در سال 604 در شهر بلخ متولد گردید اسناد تاریخی حاکی از آن است که او از طرف پدری نسبش به ابوبکر خلیفه اول می رسید و از طرف مادری نسبش به سلطان محمد خارزم شاه مادرش دخترزاده خارزم شاه بود سلطان محمد خارزم از آن جایی که روی خوشی به عرفا و علما و دانشمندان نشان نمیداد مولانا در 609 که پنج سال بیشتر نداشت همراه پدرش مجبور شد برخ را ترک گفته و از راه بغداد راهی مکه شود او و پدرش مدتی در الجزیره ساکن بودند و پس از نه سال اقامت در ملاتیه به دعوت سلاطین سلجوقی راهی قونیه شده و در آنجا بود که پدر در سال 628 در قونیه درگذشت مولانا مدتی تعالیم عرفانی را از سید برهان و دین ترمزی یاد گرفت و سپس از سال 642 تا 645 تعالیم عرفانی را از شمس تبریزی فرا گرفت. انقدر مجذوب این مرد شد که دیوان غزلیات خود را به نام او کرد و به هنگام نوشتن غزلیات شمس تخلص می کرد. مولانا در اواخر عمر در سرزمین روم بسیار مشهور شد و مریدان بسیار پیدا کرد. مریدان مولانا در آویش مولویه نامیده می شدند و در گونیه گردخانه خانقاه مرید خود جمع بودند و روز به روز بر عظمت و شهرت او افسوده میشد، به گونه ای که حتی تحسین سلاطین سلجوقی روم را نیز برانگیخت. مولانا با ترک دیار خود و مردن در خاک کشوری بیگانه در واقع نمونه بارزی از فرار مغزها بود. مولانا بیشک از بزرگترین شاعران ایران و حتی شاید جهان باشد او در بلند نظری و دقت نظر در دنیا مانند ندارد کتاب معروفش مصنوی معنوی از شاهکارهای ادبی جهان است مصنوی که در شش دفتر تنظیم شده مجموعه است از افکار عرفانی و اخلاقی و شرح و تفسیر بعضی آیات قرآن و احادیث نبوی به انزمام حکایات و امثال عدیده است که آن را به پیشنهاد یکی از مریدانش به نام حسام و دین چلبی نوشته بود. مولانا این اثر خارق العاده را به وزن منطق تیر اتار و الهی نامی سنایی سروده است. این اثر بزرگترین مصاحب عارفان فارسی زبان است و بارها به زبانهای دیگر ترجمه شده است. دیوان شمس تبریزی دیگر اثر معروف اوست. مولانا در سال 672 در شهر قونیه درگذشت و در همانجا نیز به خاک سپرده شد.